زندگی و آموزش صحت و زندگی ما نمی بودیم غرق می شد سرش در سنگ خورده بود شنونده از این سلام این مرد قصه شخص را می کرد که بیماری مرگی داشت ای که مرگی چینه و بیماری است و بیمارای مرگی کدام نکات در نظر بگیرند که از دیگه خطرات محفوظ باشند در برنامه ای هفته با ما وحید سابر بشنویم. انسان ها به بیماری های مختلف مواجه شده می بیماری های عصبی نیز از بیماری های هستند که ممکن انسان ها به اونا مبتلا شوند که یکی از بیماری های عصبی بیماری مرگی یا سرا است. آمار دقیق از بیماری مرگی ثبت نشده. اما به گفته دکتران عصبی بیمار های زیاد مرگی نزد اونا مراجعه میکنند. ای که مرگی چی عراض و علایمه داره؟ در دا این مورد همکار ما محمد عارف رحیمی با چند تن صحبت کرده که با هم مشنویم. شنویندهای عزیز مه در ولایت کابل ولسوالی قراباغ آمدیم و همراه یک تن بیشتر صحبت کردیم که دی روزهای قرنطین تا بازار قرباغ آمد و مه میخواهیم د مورد همراهشان صحبت هایی داشته باشیم خودم معرفی میکنن نام ما محمد جنگیر است خانه شما کی مریضی مرگی داره یک بیادر است 27 ساله هستم. میرگی دارم نشانه هایشان چی قسم است میرگی علامه شی است که یک نوامله عامله می سرش که دان خود میخوره یا زبان خود میخوره خوره که زیاد باشه شدید باشه دو ساله بود قف از دانش می آمد تنم گنگس می شد بیوش می شد خود معرفی میکنین اسم من رازی محمدی یک کدام کس دیدین که میرگی داشت یکی از عروسی های دوستای مشترک کرده بودیم و ده یک دخترک وقتی که ما متوجه شدیم به حساب مو بیروبار جمعیت افتید و ضعف کرد بسیار عملی شدید خطرناک بود به نظر خودم مریضی که پرسان کردیم میگفتن میرگی است شما که دیدن چه نشانه های مریضی میرگی دیدن چه قسم بود دخترک بسیار یک آلت های ترسناک و وحشتناک را سپری کرد که سرش او عملی که آمده بود که همگی بالا سرش جمع شدن یک قسم خرس می کرد میکرد های خود میجوید چشمایش بسته بود دستایشان بسیار شخ محکم گرفته بود که باز نمیشد بعد از او به خود آمد دوباره در جای خود کشش خیلی زبان خود جویده بود و خون شده بود یک مرز بنامه میرگید شما دا میشناسید نمیشناسید. دقیق یکی از خیشه های ما مرز مرگی داشت که یک سفر داشتم به یکی ولایت امرویش وقتی که ما دا اونجا رفتم دا ما در کنار دریا بودیم میخواستیم آب بازی کنیم که امی آدم بلرزش در جسمش و ای به آب خورد دو سه نفر که بودیم بود بودی از آب بیرون کشیدیم سعی کردیم که اگه حالت دیگرگون از دهنش قف و آب بیرون میشه شما که مریض دیدین چه قسم علایمی دیگه داشت و خرخر غیر نارمال در سینهش پیدا شده بود که صحبت کردن نمیتونست و در اگه حالت نارامی خودش هم نفهمیده بود که مداب خوردم و سرش با یک کدام سنگ برخورد کرده بود در رابطه با مریضیش پرسان کردن گفت من اتا بازار وقتی که میگردم من در سرک مفتم که اینمی باز بر مشکلات زیاد است با باور دکترها حمله مرگی دفتنی است و ممکن مریضا را در جاهای خطرناک مانند سر بام و یا جایی که آب است چپک کنه در این مورد دکتر خوشحال توفیق قمرخیل متخصص عقلی و عصبی معذف در یکی از شفاخانه های خصوصی شهر کابل چنین معلومات میتن میرگی یا سر عبارت از امراضی هست که بسیار شایست در جامعه و سبب زایل شدن شعور پیش مریض میگردد اگر میرگی را تعریف بکنیم میگیم که پلیپسی یا میرگی عبارت از اختلاجاتی که دو یا اضافه تر از دو اختلاج در شش ماه پیش یک شخص با وجود بیاید ایره بنامه پلیپسی یا میرگی یاد میکند در مجموع میگیم معراض علایمی که پیش مریض ایجاد میشه عبارت از سیاه شعور است جاویدن زبان است سیاه شدن لبهای مریض است سرخ شدن وجه مریض یا روی مریض است افتیدن است احتمال دارد که مریض روی خود بفته سبب تراما یا مشکلات پیش مریض شود ادرار مریض بره آمدن حملات در خواب است و طول یا میاد زمانی حمله میرگی دو الا پنج دقیقه می باشد که در این صورت مریض دست و پای می زنه و احتمالش هست که مریض امراش چیغ بزنه عراض علایم میرگیز که پیش یک مریض ایجاد میشه. بیماری میرگی بیمار بیهوش می سازد از دهن بیمار کف می بیمار به خود نمیفهمه و اگر این عمله ها در جای خطرناک سر بیمار بیایه مشکلات زیاد را به او پیدا خود کرد. حال باید بدانیم که علت های مبتلا شدن به این بیماری کدام هاست؟ زرداد سحق ولایت کابل مردم ها را زیاد دیدیم که در روی سرک میفته در در بارش معلومات ندارم. دکترها میگن یک نوع مریضی است که در مغز وجود می داشته باشه و بعض کسا میگن که خون از اونجا لخته میشه. در مورد علت مرگی معلومات ندارم دکتران عقلی و عصبی نیست به این باورند که های مبتلا شدن به بیماری مرگی هنوز درست شناخته نشدند اما بعضی اسباب وجود داره که این بیماری را به وجود میاره اسباب مرگی در مجموع دو نوع سبب داره سبب ابتدایی و سبب ثانوی ابتدایی با شکل ژنتیکی در مرحله در حالت جنینی به وجود میاد که سببی مریضی می شود و به شکل سانوی که بعد از ولادت به وجود میاد عبارت از ترامه های سر است التحابات اویه است مشکلات جگر است مشکلات گرده ها است انتانات است تعداد اشخاص که از دوا استفاده می کنه که وقتی که او را ترک بکنه سبب اپیلپسی پیشان مریض شود و اکتداد امراض دماغی دیگه که سبب مرگی پیش مریض می که مرگی دارد خطر برای پیش مریض ایجاد شود که عبارت از دیدن آتش است آب است در زمین بخوابی است تلویزیون به شکل از نزدیک ببینه یعنی لایت از سبب تشدیدی مریضی پیش مریض میشه و چارچه های غیر نارمالی که دماغ با وجود میه از طرف نیورون اونمو چارچه ها را تشدید میکنه و سبب عملی میکشه و باور دکتران ضربه خوردن به سر بعضی بیماری های کروموزومی التهاب مغز گذاشتن دن تب شدید کودکی و غیره از علتهایی هستند که ممکن باعث شود که شخص به بیماری مرگی مبتلا شود اونا میگن این بیمارا باید به با دکتر مربوطه مراجعه کنند تا تداوی طبی شوند اما در کنار تداوی توجه به این بیمارا نیز ضروری است وقتی که ما متوجه هم تو یک مشکل با امی دوست ما شدیم که مرض مرگی داشت با کمک کنیم که از او کشیده میشه ولی اگر ما نمی بودیم قرد میشد سرش در سنگ خورده بود تانستیم که خون روزی شد قطع بسازیم و با خود مریض کمک بکنیم که تا زیاتر به خود آسیب نرسونه فقط وقتی که مریض ما به والا دیدیم تا از اون حالت که به شدت پای خود از زمین بالا میکد و تکانهای بسیار غیر عادی می ما اون رو بتونیم کنترل کنیم و بودیم امرایش این آدم نمیتونست که مثلا سر خود به کدام جای به والت بزنه یا دستش یا پایش اگر ما نمی بودیم و سرش دوباره به یک چیز دیگه تماس میکرد شاید در آینده او آدم یا فلج می و یا از بین میرفت با هدايته ډاکټر دو میاشت یەک میاشت میرم یەک دفعہ به مشورې ډاکټر مدوړه کم او زیات میکونم مور را برشمیتم خود ما خنوادې ما کنټرول میکونم نه مې منمېش کې ته جای خطر به مثلا یا سرک باشه یا مثلا اوب باشه آتش باشه مراقبته ش میکونیم بعضی اوقات کته دوستا میره میلا یەک جای میره باز هم دوست کسي کته ش میره اور بیخی مطمئن سرش خود میکونیم کې مراقبته ش کونه احتیاط کونه هر چی کې دلې ازې بخواید مثلا ما دکان درم اګه دلش با شمیره اګنی من تمبه نه میکنیم که بري وګيم برو بدلی خود آرام میمانم چرکه خناودی ما زیات پیش د ډاکټر ورو ډاکټر را برش نصيحت کړو وراقبت مفادش نيست که اله بيخې کی نارمل اس مثلا املیش بسیار کنټرول شوډه اما وارد جنبی دوا کې بو دوه از بین رافته تقریبا کې 90% بسیار خوب شوډه سمیلا اوریا خیلی از مزولت کابل معلومات دارم مرگی سربری ما ماست یک از از خود گوی مراقبت چی رقم میکنند نمیمانن که در باقل آتش بشنن یا یا مثلا جایی که آب زیاد باشند در اونجا نمیمانند در سر بام تنها نمیمانند کار آتش نمیکنند جایی که مثلا کار آتش باشه به وزی ازی دیگه فامیلشان کار میکنند دیگه خانواده در این مورد حرفای دکتر نیز خیل یک مریض دوای خود هیچ وقت قطع نکنه بدون مشوره دو چیزی که باید مد نظر بگیره برای اعضای فامیلش و برای خود مریض که برش بگویم که مریض از آبازی باید جلوگیری بکنه آبازی نکنه مریض دریواری باید نکنه باسکل موترسکلرانی باید نکنه موتر مریض از خصوصا خانمایی که در خانه کار میکنه تندور میکنه میشه که تندور باید نبکنه احتمالش است که زیای شعور یا حمله پیلیپسی در او حالت سرش بیا و سبب مرگ مریض پیشان شود. که از این همی چیزا باید بپرهزه تا از خطرات بعدی مریضی در آمان باشه میتونه که مثلا تلویزیون نبی بیناید خلکین به شکل دوامدار و زیاد باید مریض تلویزیون نبیند چون سبب تشدید مریضی پیشان میشه در زمین بیخوابی باشه احساسات سبب تجدیدی امراض شود مریض باید به و جلوگیری باید بکنه. وقت که وقتی که بالای مریض شعورش ازایل میشه و حمله پلیپتیک یا میرگی میایه کمک رسانی که, که در اوجه باشه باید طرق تنفسی مریض باز بکنه تا از اختلاطات بعدیش جلوگیری شود سر مریض به طرف بلند ببره و برای مریض یک وضعیت بده تا چون دی حالت احتمالش از مریض استفراغات داشته باشه و زبان کلوله شوه و خلف حلقوم بند بسازه و طرق نفسی را بند بسازه در حالت میتونه که برای مریض کدام مشکل ایجاد نشه بیمار مرگی باید حتما پیش دکتر بره تا به صورت درست تداوی شوه اما برای لوی تداوی خود ای را اعضای خانواده و دوستایشان بعض نکات را در نظر بگیرن. یعنی ای را باید از نزدیک شدن به آب و آتش دوری کنند و به جاهای بلند ماننده بام بالا نشوند و همچنان دریوری هم نکنند تا از خطرات محفوظ بمانند. شنونده عزیز برنامه را که شنیدین همکار ما محمد عارف رحیمی دا موسسه تعلیميه ورنستون د هيیا وو ترتیب کړده بود